بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از شیوع برخی بیماری های ساری در مناطق سیل زده افغانستان ابراز نگرانی کرده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر همچنین افزوده که از ماه آوریل سرازی شدن سیلاب های مرگبار نیمی از افغانستان را متاثر ساخت و تلفات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. این نهادهای وابسته به سازمان ملل افزودند که همراه با جمعیت هلال احمر افغانستان و سایر شرکا در محل حضور دارند تا اطمینان حاصل کنند که مواد غذایی، خدمات بهداشتی، سرپناه و سایر اقلام ضروری منزل به بازماندگان سیلاب ها برسند. دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که اگر ممنوعیت آموزش دختران سوی طالبان پابرجا بماند، ازدواج کودکان دختر در این کشور 25% افزایش خواهد یافت. این نهاد با انتشار گزارشی پیش بینی کرده است که با تداوم ممنوعیت آموزش دختران، فرزند آوری زود هنگام در میان دختران نوجوان 45% و مرگ و میر مادران میان زنان و دختران افغانستان 50% افزایش خواهد یافت. در گزارش این نهاد آمده است که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نسبت به حقوق زنان تأثیرات گسترده بر زندگی آنان داشته و 82% از زنان وضعیت سلامت روان خود را بد توصیف کردند. این در حالی است که محدودیت‌های طالبان علیه زنان با واکنش‌های جهانی مواجه شده و کارشناسان سازمان ملل متحد آن را جنایت علیه بشریت خوانده. بر اساس گزارش بانک جهانی، 13 سال پس از جنگ ویرانگر که به بحران‌های اقتصادی پی در پی منجر شد و میلیون‌ها نفر از مردم سوریه را از تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان کرد، بیش از یک چهارم مردم این کشور در فقر شدید زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، در سال 2022 بیش از یک نفر از هر چهار سوری را تحت تأثیر قرار داد و ممکن است شدت آن به دلیل تأثیرات ویرانگر زلزله فوریه 2023 افزایش یافته باشد. زلزله‌ای که حدود 6000 نفر را در سوریه به کام مرگ کشاند. سوریه از سال 2011 میلادی شاهد منازعه‌ای مسلحانه بوده که باعث کشته شدن بیش از 500000 نفر، تخریب گسترده زیرساخت‌ها و تحلیل رفتن اقتصاد و ناتوانی‌های آن شد. همچنین بیش از نیم از جمعیت این کشور در داخل و خارج از کشور آواره شدند. دانشمندان با بکارگیری یک تکنیک جدید در فشار عادی جو و بدون استفاده از خود الماس توانستند در آزمایشگاه ظرف 15 دقیقه الماس تولید کنند. این فرایند تحت فشارهای فوق‌العاده بالای چندین گیگاپاسکالی و دمای سوزان بالای 1500 درجه سانتیگراد رخ می‌دهد. در حال حاضر برای سنتز 99% الماس‌های مصنوعی نیز از همین فرایند استفاده می‌شود. این روش که پرورش با فشار و دمای بالا یا HPHD نام دارد، از این شرایط شدید برای تبدیل کربن حل شده در فلزات مایع مانند آهن به الماس در اطراف یک بذر کوچک یا الماس اولیه استفاده می‌کند.